ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. آيات 111 سورة الأنعام. ولو أننا أگر ما نازل می کردیم از طرف آسمان الیهم به یک مشرکین کافرال ملائکتا ملائکارا کلمهم و کلمهم الموتا و سخن می گفت به امرای زینا مرده ها و حشرنا علیهم کل شین قبلا و جمع می کردیم به اینها هر چیز را روی بروی ما کانو لیؤمنو نبودن کینا ایمان می آوردن الا یشاء الله مگران که الله اراده کند ولیکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر از اینها جاهلا هستند. ارتباط از آیات با ما قبلی است که دلایل توحید نبوت و بعث الله بیان کرد و افترای مشرکین تقاضای مشرکینی بود از رسول الله صلی الله علیه و آله بعضی معجزات. او را هم گفت که مشرکین از تو معجزات می خواهند ولی چی می فهمی که اگر معجزات بیاد ایمان نمیارن؟ این هم آیات قبلی بود. حالی الله می فرماید اگر ما هم معجزاتی را که اینا می خواهند برشان بیاریم، ملائکه را نازل کنیم، مرده به امرشان گپ دین، کل حیوانات بیان شاهدی بتن به صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر الله است، باز هم ایا ایمان نمیارن. پس در اینجا تسلیس در آیات به رسول الله صلی الله که تو غمگین نشو، ایمان اینا نمیارن، این یک دلیل باطل است. این میگن که معجزه بیار، قرآن خودش معجزه است. اگر اینا معجزه میخوان خیر است، بیارن مثل قرآن. دیگه از این بالاتر چیزی میخوان ای کلش یک زد و اناد است. این بیان تکذیب مشرکین است. الله اینا را نسبت دروغ به اینا میده که اینا دروغ میگن، ایمانشان راست نیستن. این آیتی که گفت لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها، اگر معجزه به ایمان بیارن، نه، الله میگه که ولو اننا، اگر بدون شک ما نزلنا نازل بکنیم، یعنی آنچه که اینا میخواهن او را پایین بکنیم، چیزی که یا میخوان الملائکه ملائکه را. در آیات قبلی گفته بود که وقالوا لولا انزل علیه ملک، چرا ملائکه نمیاد؟ الله میگه که ملائکه را نازل کنیم، یک معجزه بیاد پیش از اینها و دیگه یک ملائکه نه، کل ملائکه بیاد و کلمهم الموتا، با امرایشان مرده ها صحبت کنند، یا مرده از قبر بخیزن به امرشان گپ بزنن و بگوین که پیامبر الله است، ایمان بیارین. این دو صورت. سوم صورت و حشرنا علیهم کل شین، جمع کنیم به بالای از اینا هر چیز را، قبلا مواجهتا یعنی رو بروی جمع کنیم مخلوقات، حتی حیوانات هم بیان شاهدی بتن ما کانو لیؤمنو، نیستن که اینا ایمان بیارن الا یشاء الله مگر آنچه که الله اراده کند. هدف ایست که از ایمان یا ناامید باش، اکثرش ایمان نمیاره، بعضش اگر الله بخواهد میاره. و دیگه این فهمیده شد الا یشاء الله که ایمان انسان در تحت چی است؟ مشیت الله. بدون اراده الله چیز ایمان و مورده انسان نمیتونه. ما کانو لیؤمنو، نیستن که ایمان بیارن الا یشاء الله مگر ای که الله بخواهد. ولکن اکثرهم یجهلون، لیکن اکثر مشرکین جاهل هستند. امام طبری میگه یجهلون ان الامر بمشیت الله، نمیفهمند که کار ایمان هدایت به اراده الله است. یسبون ان الایمان الیهم والکفر بایدیهم متی شاءوا آمنوا، فکر میکنند که ایمان و کفر پیش از ایناست، هر وقت که بخواهند ایمان بیارن، هر وقت که بخواهند کفر میکنند. این طور نیست، بلکه ایمان پیش الله است، اختیارش. ولیس الامر کذلک ذلک بیدی لا یؤمن منهم الا من هدیتو، این گپ نیست. الله میگه این ایمان پیش به دست ماست، ایمان نمیارد مگر کسی را که من هدایت کنم، فوفقتو توفیقش بتم، ولا یکفر، کافر نمیشود الا من خذلتو، مگر کسی را که من نصرتش نکنم، رسوایش کنم، فضللتو، گمراهش کنم. یعنی گمراهی و هدایت پیش کی است؟ پیش الله است. این عقیده اهل سنت والجماعت است. ولی ما گفتیم که در حکمتش که ایرا چرا هدایت کرد، ایرا نکرد، او را باز گفتیم. نه؟ چرا ایرا توفیق هدایت میته ایمان میره، چرا نمیته، اوش گفتیم.
اما اختیار ایمان پیش الله است. پس ما شما باید بگویم الحمدلله که ما شما ایمان آورد، این توفیق الله، و الحمدلله که قرآن میخوانیم میشنیم، و الله ما شما را دنیا با ایمان ببره، این باز بسیار کامیابی بزرگه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. اذا هذه آيات قبلی چی فهمیده شد که یا قد زدی و انادی کافره، هر چیز برش بگویی قبول نمیکنه. یکم تو میگه دلایل فلسفی که بگویی باز قبول میکنه. نه، فلسفه چیست؟ فلسفه خو هیچ دلیل نیست، یک دلیلی است که بسیار ضعیف است نسبت به دلایل قرآن، ضعیف است و نسبت به کسایی که بی سواد باشه شاید به اونا کده خوب باشه. و کذالک جعلنا این مقسم ما گردانیدیم لکل نبیین، برای هر پیامبر عدوان دشمنا شیاطین الانس والجن، شیطان انس و جنی را یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرور غرورا، که وسوسه میکند بعضشان به بعض دیگر، زخرف القول سخنهایی که زیبا شدگی است باطل، غرورا به خاطر فریب، ولو شاء ربک ما فعلوا، اگر رب تو میخواستی کار نمیکردن، یعنی دشمنی نمیکردن. فذر هم و ما یفترون، با آنچه که افترا میکنن. این چهارم عقب است، عقبه چهارم یعنی مشکلات دعوت. عقبه چی؟ مصیبت دعوت، مشکل دعوت. ایست که هر پیامبر الله میگه دشمن داشت، هم دشمن انس، انسان ها و هم جنیا. هر کسی که عالم برحق باشه دشمن داره، و عالمی که دشمن نداره او برحق نیست. در حقی که بیان کنی دشمن است. کل نبی الله میگه دشمن است. اینال اینجا انسان ها و جنیات دشمنی می وسوسه میکنن، این فلانیسی تو متا میکنن، ای از اینجا آمده، از اونجا، خارجی داخلی است، هزار گپ میزنن. پس تو نباید از دعوتت عقب نشینی کنی. اینمی مشکل دعوت هم تیر کن، اینمی یک تپه است، از این تپه هم بالا شد تیر شد، این تا قواد میاد، مثل کسی پیش میره یک کوه میاد، یک کوه میاد، امی کوههای مشکلات سرش باید بالا شوی تیر شوی، بالا شوی تیر شوی تا که به هدف برسی. کذالک کاف بر تشبیس پیش از این عبارت محذوف است. ای که ما جعلنا هؤلاء المشرکین اعداءک، مثل که ما این مشرکین گردانیدیم دشمنای تو، که به همراه تو دشمنی میکند و مخالفت میکند. کذالک جعلنا لمن قبلک من الانبیاء، ما همی قسم دشمنا تعیین کرده بودیم لکل نبی، هر پیامبرای که پیش از تو تیر شده، او شیطانای انسی و جنی، نه انسان هم شیطان میشه، جن هم شیطان است. پس تو چی بکو؟ فصبر، صبر بکو، علی الاذی کما صبر، و می تکلیفا و بدیایی که اینا تو را میگن متهم میسازن ثابت قدم باش، مثل که انبیا صبر کرده. ابن جوزی میگه که کما ابتلیناهم ابتلیناک بالاعداء، مثل که ما تو را امتحان کردیم با دشمنا، ابتلینا من قبلک من الانبیاء، دیگه انبیاء را هم امتحان کرده بودیم. لازم صاحب عند صبر، تا که صاحب زیاد شد در وقت صبر به تکلیف، تکلیف که نباشه خی صبر کجا پیدا میشه؟ تکلیف هست که با صبر موجود شود. یوحی بعض و ملا بعض، یوحی وحی به چندین معنا آمده، الهام آمده، سرعت کلام آمده، ایش اینجا وسوسه، یوحی وسوسه میکنن بعض و بعض می شیطانه انسی و جنی، الا بعض به بعض دیگر، چرا؟ دلال و شر، گمراهی و دلالت، کفر شرک وسوسه میکنه. اینه او را که کسی بخواه اینجا بره وسوسهش میکنه. خبر داری که مسجد کی است؟ نه والا، اینی مردم است، انگلیس است، نزدیکش نشی، خب میگریزانش ها، اینی وسوسه شیطانی گپ میزنه، گاهی میگه مذهب قبول نداره، گاهی میگه پیر قبول نداره، گاهی میگه طریقه را قبول نداره. این وسوسه است، وسوسه میکنه بعضشان به بعض دیگر، چی را؟ زخرف القول، زخرف القول یعنی سخن زیبا را، سخنی را که زخرف اصل زیورات طلا را میگه، خب که در روی یک چیز طلا چیم چرب میشنی، یک آهنه با طلا او طلا میزنی، زیر شاهنه سرش طلا، یعنی فریب میتنی مردم ها. یا طلا را گد میکنن بین شاهن و رویش یک ذره طلا، یعنی ظاهرش خوب معلوم میشه، باطنش چیزی نیست. اینجا هم زخرف القول یعنی سخنی که مزین شده با اباطیل، سخنهای باطل که زیبا شده گیست با وهم و خیالات و تومتها، لیغیر و ناس که مردم فریب بتن.
مقاتل میگه کل ابلیس بالانس شیاطین یضلونهم وکل ابلیس بالانس میگه مقرر کرده ابلیس به انسان ها شیطان ها را که گمراه میکنه انسان ها را فاذا التقى شیطان انس شیطان الجن وقتی که شیطان انسی با شیطان جنی یکجا شد احدش به صاحبش میگه اینی ادلال تو صاحبی میگه من رفیق ما گمراه کردم به کذا کذا فادل له فادل انت تو برو گمراه کن فذلک وحی بعضم الی بعضش با دیگش وسوسه کرد پس سخنهای باطل زیبا میسازه ای تو گپا میزنه حال مثال هایش دیگه شما خودتان بفهمین غرورن به خاطر فریب مثلا این کسایی که گپ میزنن چقدر عدالت میخواییم حقوق بشر میخواییم حقوق زن میخواییم ظلم نمیخواییم آزادی میخواییم گپ های ظاهرش اینه می کلش خوبش بینش کفر است شرک است ظلم است تجاوز است عیاشی است بی‌بندوباری است زن در ظاهر میگه حق زن میخواییم نه حقوق زن ها و حقوق اطفال و حقوق علما و فلان فلان ولی در مغزش که میبینی کفر از شرک از ظلم از هیچ حق وجود نداره ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم وما یفترون اگر الله میخواست ربت ما فعلوه یعنی اگر الله میخواست که اینا دشمنی نکنن با انبیاء خود این کار نمیکردن لیکن حکمت الله می است که همین امتحان باشه اجازه الله می خواهد که شیطان ها کار خدا نمیکنند اگر الله می خواست یعنی نمی مان شیطان ها را ولی شیطان ها را اسو میکن اما می مانه امتحان است امتحان و ای کلش به قدر الله و قضا و اراده و مشیتش است ای کن لکل نبی عدو من هاولای دشمن از شیطان انسی به نظر مردش خب بعد از شیطان انسی بسیار خطرناک است تو گب می زنم فذرهم وما يفترون ترک آن چیزی را که اینا جور میکنن افترا میکنن به الله یعنی چیزی را که تدبیر میکنن کید و فریب و دسایس و استراتیجی و پلان ها علی مؤمنین فذرهم الله ناصر تو است الله مددگار تو است در قصه از اینا نباش ولی تسغا الی افئدت الذین لا یؤمنون بالاخره ولی ارضاه ولی اقترفو ما مقترفون بخاطر که میلان بکند ولی تسقا گوش بدهد الی به طرف همین سخنهای باطل کی گوش بده افئدت الذین قلب و کسای لا یؤمنون بالاخره که ایمان نمیارن به آخرت ولی ارضاه تا اینکه راضی شوند با سخنهای زخرف القول ولی یقترفو ما مقترفون کسب کنن و گناهی را که کسب میکنن الله میفرماید که ما اینمی کافرها را شیطان انسی و جنی را وقت دادیم و اینا سخنهای باطل و کفری و شرکی را زیبا کرده بیان میکنه چرا؟ یکی بود که مردم فریب میتن و ای کارا دیگه ایست که الله میخواد که لتسغا یعنی میلان بکنه اسغا خوب گوش کردنه گوش بدهد الهاز القول المزخرف بین این قول مزخرفه که باطلا و سخن باطله که با لهجه خوب زیبا شده کی میلان بکنه و گوش بده؟ قلوب الکفره قلوب الذین لا یؤمنون بالاخره قلوب کسایی که ایمان به آخرت نمیاره این قلب به او میلان کند کسایی که به قیامت ایمان نمیارن کافرها به اون گپا میلان میکنن مؤمن نی ولی ارضاه به خاطر که به این باطل راضی شون ولی یقترفو یعنی کسب کنن آن گناهی را که کسب میکنن شرک و کفریات انجام بده این شیطان ها به این خاطر است خب که این کافرها این می گپا را گوش کده و به طرف از اونا برون افغیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین آیا بغیر از الله غیر دین الله طلب بکنم یا بغیر از الله حکما حاکم داور فیصله کننده و هو الذی الله انزل الیکم الکتاب مفصلا که نازل کرده به شما قرآن مفصلا به تفصیل بیان شده عقیده توحید عقاید شرک توحید والذین آتیناهم الکتاب کسایی که به اینا دادیم کتاب یهودیا یعلمون میفهمن میشناسن انه منزل من ربک بالحق بدون شک قرآن نازل شده از جانب رب تو به حق فلا تکونن من الممترین نشو از جمله شک کننده و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتی و هو السمیع العلیم تمام شده گیست پورا شده حکم ربت صدقا به صداقت
و عدلن که دی عدالت است، لا مبدل لکلماتی، نیست تبدیل کننده برای احکام و وعدهای الله را، و هو السمیع العلیم، خاص الله میشنوه همه آوازها را، عالم است به نیات شما. اینجا به رسول الله رد میکنه جواب مشرکین است. مشرکین میگفتند که بیا که ما و تو فیصله کنیم کی برحق است و یک داور تعیین کنیم. الله میگه از الله هم که کسی داور برحق است، کتاب الله آمده، کتاب الله فیصله کننده است. نالی که یک کسی گفت که مناظره میکنم، یک مرتد گفته بود، باید گفته بود داور که است نماینده ملل متحد باشه. داور خب یک کسی مرتد شده بود، باز یک عالم چلنج داد که من که تنظیم مناظره میکنم ولی رئیس ملل متحد داور باشه که کی برحق است در این مناظره. او هم کافر، خود ازی مرتد، مناظره میکنه و داورم یا کافر دیگر تعیین میکنه. اینا هم میگفتن بیا بریم پیش فلان کلان کافر که فیصله کنه. الله میگه فیصله را الله میکنه و کتابش، کی برحق است کی نیست، هر کس نمیتونه داور شوه. قل بگو ای پیامبر، برای از اینا اف غیر الله اطلب حکما، یا غیر از الله ابتغی طلب بکنم حکما، یعنی قاضی داور قضاوت کننده در بین ما و شما که کی برحق است. ابو حیان میگه که مشرکین قریش به رسول الله هم گفت که اجعل بیننا و بینک حکما ان شئت من احبار الیهود او النصارى، در بین ما و خودت یک قاضی تعیین کو، اگر میخوای علمای یهود باشه یا نصارا باشه، تا که خبر بده به ما از تو که در کتاب از اینا صفات تو هست یا نه. ای آیت نازل شد که الله است، کتاب الله است، و هو الذی الله خاص آن ذاتش، انزل الیکم الکتاب، که نازل کرده اید به شما قرآن مفصلا، یعنی او توضیح کامل داده اید، اوضح بیان، یک بیان بسیار واضح و روشن، حق و باطل دهی به وضاحت بیان شده، دلالت و هدایت به وضاحت بیان شده، شرک و توحید در اینجا بیان شده. هر کسی عقیدش مطابق قرآن است صحیح، نیست و نه مشرک است یا غیر مؤمن است. والذین آتیناهم الکتاب، کسایی را که ما به اینا کتاب دادیم، اینا علما یهود نصارا، یعلمون میدانن انه الحق، که انه منزل من ربک الحق، من ربک بالحق، که بدون شک قرآن نازل شده از جانب رب تو به حق. یعنی اهل کتاب میفهمند که قرآن حق است، به خاطر تصدیقش پیش از اونا است، در کتابشان است، ولی شاهدی نمیتونی ظالما. فلا تکونن من الممترین، نشو از جمله شک کننده. ابو سعود میگه در اینجا ترغیب الله انسان انگیزه میده که تو شک نکو. خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و کل امت هم میگه پیامبرم تو شک نکو که قرآن از جانب الله است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه ما و شما را میگه شک نکو. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، تمت تمام شده ایست، کامل شده ایست کلام الله، کلمت ربک کلام الله، کلام الله قرآن است، صدقا فی ما اخبره، صادق است، راست است در او خبری که میده یا داده، چیزایی که در آینده تیر شد در آینده میاید، در گذشته تیر شده از چیزایی خبر داده، از قوم نوح عاد و ثمود گذشته، آینده قیامت میاید تو نشانهای قیامت، چیزایی که است کل قرآن چیزی را که میگه از گذشته آینده صدق است، اخبارش صادق است، دروغ نیست. و عدلا دیگه کلام ربت کامل است از روی صداقت، تمت دیگه کامل است از روی چی؟ عدالت، یعنی هر آنچه که الله فیصله کرده در قرآن و فرمان صادر کرده در عدالت است یا تقدیر و اندازه کرده است. کلام دیگه کس صادق نمی باشه، فیصله دیگه کس در عدالت نیست، این حکم الله است، کتاب الله است که در عدالت و در صداقت است. لا مبدل لکلماتی، نیست تبدیل کننده کلمات الله، یعنی مغیر از برای حکم الله نیست، رد کننده قضای الله نیست، هیچ کسی این کلمات احکام الله را تبدیل کرده نمیتونه، یعنی الله کدام فیصله کده عمومیه، کسی را تغییر داده نمیتونه. و هو السمیع العلیم، خاص الله میشنود اقوال بنده را، عالم است با حالاتشان. و ان تطیعم اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، یتبعون الا الظن و انهم لا یخرسون، اگر تو تابعداری کنی اکثر کسایی که در زمین است گمراه میکنند تو را دین الله، تابعداری نمیکنند این کافران مگر گمانه، نیستند اینا مگر اتکل گوینده، سخنهای اتکل شاید میگن گفته بود، این طور گفت دلیل نیست،
ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيلي وهو اعلم بالمهتدين بدون شك رب تخب عالم اسمن بكسا يضلك جمرا مشات ادراي الله الدين الله وهو اعلم والله خب مشناسا بالمهتدين كسايك بهدايات استن الله مشناسا كي بهدايات است كي بضلالات است اینجا و این توتی اکثر من فی الارض رد است به بالای کافرا در این آیت دیگر رد اگر تو تابعداری کنی ای پیامبر اکثر من فی الارض همین کافرایی که اینا اکثریت روی زمین هستند این نفوس از اینا زیاد است کافرا اگر اکثریت همین کافرا را که نفوس شان یعنی کافرا که اکثر هستند اکثرین کسایی که در روی زمین است اکثر یعنی اکثریت انسانای زیاده اگر تابعداری بکنی او اکثر کافر است با چی گفت میشه یودلو کن سبیل الله از دین الله تو را میگردانن امام طبری میگه قال اکثر من فی الارض لانهم کانوا حینئذ کفارا ضلالا زیرا اینا کافر بودن گمراه کننده بودن و زیاد بودن زیاد بودن معنای این است که لا تطیعهم اطاعت نکودن چیزی که اینا تو را دعوت میتن به او کفر شرک اگر تابعداریشان بکنی دلال تا دلالم تو هم مثل از اونا گمراه میشی و مثل از اونا میشی چرا لانهم لا یدعونک الی الهدی یا تو را به هدایت دعوت نمیتن و قد اخطأه یا خودشان هدایت گم کردن و خطا کردن خودشان در دلالت هستن این یتبعون الا الظن و انهم لا یخرسون تابعداری نمیکنن در کار دین مگر گمان را گمان و اوهام وحی وهم خیالات تقلید پدرها و بزرگا گمان دارند که به حق هستن اینا خلاص این و این هم الله یخرسون نیستن مگر قوم دروغگوی اتکل میگن اگر بگو یقینه را از کجا کردی فلانی گفته بود فلانی خان شنیدیم میگن و شنیدیم گفتن اینه میگه پا فلانی صاحب خوین تو قصه کرد گفتی این قزور داره که حضور زیره بلدوزه را گفت تو تاو پرچه کرد نه این کلش قصه است و ای طوره میگه این مرده قزور داره این بط قزور داره این فلانی قزور داره این کلش اتکل سخنای خرسی را میگه که تخمینی گپا را گفتم بی دلیل خرسی را میگه بدون دلیل از یه چی فهمیده میشه که اکثریت اگه تابع شدی گمراه میشی در وقت هم اکثر کافره بود آلی هم هست آلی هم خودم یا میگن که 7.5 میلیارد کافر است در روی زمین یعنی 7500 میلیون و خودشان میگن که 6 میلیاردش ماستیم ما کافرم ما مسلمان ها رو میگن شما 1.5 میلیارد هستید کم هستید خب اینا او وقت مشرکین میگفتن که تو تابع اکثریت بکو اکثریت خو اینجا چی میگه الله گفت اگر تو تابع داری اکثریت بکنی یضلوا عن سبیل الله دین الله تو را خطا میسازه گمراه میشی اکثر همیشه کافر فاسق میباشه وقت هم بود آلی هم هست پس الله در قرآن میگه و قلیل من عبادی الشکور کم بنده های هستند که شکور با عقیده توحید استوار هستند ان ربک بدون شک رب تو ای پیامبر هو عالم و خوب عالم است بالفریقین بر دو جماعت به من دل عن سبیله کسی که از راه هدایت اسلام گمراه شدگی است و کسی که به هدایت است ابو حیان در بحر المحیط میگه این جمله خبریه تضمین میکند وعید و وعده را هم عذاب است هم بشارت است عالم با دال است جزایش میده عالم با مهتدی است نعمت ها را برش میده فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه و ان کثیرا لیضلون باهوائهم بغیر علم ان ربک هو اعلم بالمعتدین فکلوا پس بخورین ای پیامبر به اینا بگو که به این مشرکین بخورین مما از امون گوشت های حیوانی که ذکره یاد می شود اسم الله نام الله علیه در وقت ذبح کردن به بالای حیوان به نام الله ذبح می شه این کنتم بی آیاتی مؤمنین اگر هستین با آیات احکام آیات قرآن ایمان دارین چیزی را بخورین که نام الله یاد شده و ما لکم لا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه چه شده برای شما که نمیخورین از اون ایوانایی که یاد میشود نام الله به بالای از اون و قد فصل لکم ما حرم علیکم بدون شک الله به تفصیل بیان کرده که برای شما آنچه که حرام است به بالایتان
الا ما اضطررتم الی مگر اینکه محتاج شوین شما به طرف از او و این کثیرا لیدلون بهوایهم بدون شک بسیاری از انسانها گمراه میکنند مردم به خواهشات خدا بغیر علم به جهالت این ربک و عالم بالمعتدین رب تو خوب عالم است به کسایی که تجاوز میکنند و ذرو ظاهر الاثم و باطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ترک کنید گناه ظاهری را و گناه باطنی را پنهان و آشکارا گناه را ترک کنید ان الذين يكسبون الاثم بدون شک کسای گناه را کسب میکنند زود است که سزا داده میشن به سبب اعمالی که کسب میکردند ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق و ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم و این اطاعتمو منکم لمشرکون نخورین از ام حیوانایی که یاد نمیشد نام الله و بالای از او در وقت ذبح نام الله گرفته نمیشد نخورین و این نولا فسق بدون شکی فسق است کفر است خروج از ایمان است یا گناه است و این شیاطین لیوحون الی اولیائهم بدون شک شیطان ها وسوسه میکنند به دوستای خدا لیجادلوکم تا که به همراه شما بحث و گفتگو بکنند و این اطاعتمو منکم لمشرکون بدون شک اگر شما اطاعت کافرها را کردین بدون شک شما مشرک می شوین چقدر اینجا شدید گفت اگر اطاعت کافر را کردین مشرک می شی دگه پایی که میگن حالا میگن نه نمی شی و این و ما لکم در اینجا ایسی دیگه صورت شروع شرک فعلی عملی از اینا را رد میکنه که از پیش خود حلال و حرام کرده بوده و ایوانی که نام الله گرفتن میشد او را نمیخوردن و ایوانی که خودش میمرد یا نام غیر الله را میگرفتن از او استفاده میکردن الله میگه کنام حیوانای گاو گوسفند نام الله سرش وقت ذبح گرفتن نشه و حرام است و حرام است از او نخوره او ایوانایی که نام الله گرفته میشه ایوانای حلال از او استفاده کنین و کلو این جرد با عقیده مشرکین است که یک گوسفند که خودش میبرد گاو شتر میگفیر الله کشته خوب حلال است او را میخورد خود مرده را خود مرده دیگه به نام غیر الله ذبح میشد میگفی با بسیار برکتی است با نام از او ذبح شده او را میخوردن او که به نام الله میبود از او استفاده نمیکردن فکلو الله میفرماید بخورین ای پیم بگوید برای بخورین یعنی استفاده کنین هدف از کلی است که حرام نکنین حرام نکنین بخورین استفاده کنین چون که هدف عقل می باشه مما ذبحتم از حیواناتی که ذبح میکنین و ذکرتم اسم الله علی نام الله را به او یاد میکنین در وقت ذبح این کنتم مؤمنین حق اگر مؤمن بر حق هستین باید قرآن چیزی که نام الله گرفته میشه او را بخورین عبدالله بن عباس میگه قال المشركون للمؤمنین مشرکین بر مؤمنین میگفت انکم تظنون انکم تعبدون الله شما گمان میکنین که الله را عبادت میکنین فما قتله الله آن چیزی را که الله کشتگیش خود مرده را میگفتن یریدون المیته احق ان تاکلوه اگر شما الله را عبادت میکنین او چیزی را که الله کشته او را باید بخورین خود مرده است خودش مرده مما قتلتم او چیزی را که خودتان میکشین میخورین الله که کشته با نمیخورین سایکو میگه دعوای ایمان هم دارین سر مسلمان ها خنده میکنن چه قسم اسلام هستی؟ این آیت نازل شد الله میگه که نه این کافر ها وسوسه میکنه گپای زیار قبول نکنین و قد فصل لکم و ما لکم و ما لکم یعنی چی مانی است از برای شما یک مشرکین الله تأکلو این که نمیخورین شما خوردن اون چیزی که ذبح کردین به دستایتان بعد از اینکه نام الله را یاد کردین در وقت ذبح چی مانی است که نمیخورین مما ذکر اسم الله علی از همو حیوانای گوشت حیوانایی که نام الله یاد شده ای خو حلال است اگر حرام میگی وقد فصل لكم ما حرم عليكم الله به تفصیل بیان کرده گیست آن چیزی را که حرام کرده گیست حلال حرام بیان کرده گیست که میتا و دم و خود مرده است در آیات محرمات در حالت استرار او را بیان کرده فقد احل لكم ما حرم ايضا و حلال کرده آن چیزی که بیان کرده گیست الله چیزی که حرام است چرا شما گوش میتین به شبهات کافرها دشمنای اسلام دشمنای الله پس الا ما اضطررتم الی مگر آنکه محتاج میشین یعنی کسی اگر بفهمه که من میمرم باز میتونه گوشت خنزیر و خود مرده و خون و مار و حیوان و هر چیز بخوره خر و سگ و هر چی که در غیر از او نمیتونه که از چیزای حرام استفاده کنه فصلا اگر که ماضی است ولی در گذشته این صورت مدنی مکی است
در گذشته بسیاری مفسرین میگه الله بیان نکده، پس این به معنای مضارع است. یعنی وقت فصلا به تفصیل بیان میکنه محرمات. یا بعضی ها میگه کدام آیت دیگه در کدام سوره دیگه آمده. و این کثیر الله یضلون بهوائهم، بدون شک بسیاری از کفار که مجادله میکنن بحث میکنن، لیضلون، گمراه میکنن به خواهشات خودان بدون علم مردمه. چخند گمراه میکنن، حلال حرام میگوین، حرام حلال میگن، حرام حلال، مثلا خود مرده حرام است، این را حلال میگن، حلال که ذبح میشه او را حرام میگن، بدون شریعت از جانب الله با مجرد خواهشات و شهوات. علم یعنی دلیل یقینی شرعی وجود نداره. این ربک و عالم بالموت، این رب تو عالم است به تجاوز کارا که میفهمه کی حلال میکنه از پیش خود، که بدون دلیل کی حرام میکنه. و در اینجا وعده شدید است، وعید عذاب است، وعده عذاب برای کسایی که بدون علم فتوا میدن، نه بدون علم. و ذرو ظاهر الاثم و باطنه، ترک کنین گناه ها را، ظاهرش هم آشکارا گناه، باطنش هم، یعنی آشکارا هم گناه نکنین، پنهان هم نکنین. نگم تا آشکارا گناه نمیکنه، پنهان میکنه، هر دوش. باز اگه گناه شد توبه بکنین. نمون کسی که گناه را آشکارا نمیکنه و هم ایمان داره، و هم خوب است، ولی توبه بکنه، گناه نکنه، گناه آشکارا و باطن هر دوش ایلا کنه. مجاهد میگه معصیت در سر و علانیه، پنهانی و آشکارا. سودی میگه ظاهرش چیست؟ ظاهر الاسم زناست. باطنش چی است؟ به امرای زناکار و زنای زناکار. باطنش از زنا ما صدایق، به امرای دوستا و اخدان، آشنایی، نی؟ آشنایی و دوستی و عاشقی، این را باطن گناه می کنه. عاشقی، گناه عاشقی را ایلا کنین، زنایش هم، اردوش، اردوش حرام است، اردوش نکنین. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، کسایی که کسب میکنن گناه را جدا جدا دادشان به اعمالی را که انجام میتن، یعنی کسب میکنن معاصی و گناه ها را و آن چیزی را که الله حرام کرده گیستن او را استفاده میکنن، زود است که به این اعمالی که کسب کردن به جزای اعمال خودن روبرو شوند. ولا تاکلوا، نخورین از او، ای مؤمنین، مؤمنین خطاب میکند، از او چیزهایی که لم یذکر اسم الله علیه، نام الله به او یاد نشدگی است، یعنی حیوانایی که ذبح شدگی است به نام غیر الله یا تقرب غیر الله، ذبح لغیر الله او ذکر اسم غیر الله، نام غیر الله، مثل که بر بتا و به نام قبرها و زیارتها و دربارا در دربارا ذبح میکنند، این را نخورید. چرا؟ و این نوع فسق، خوردن از این فسق معصیت است، گناه، خروج از طاعت الله. اگر حلال بگویی با فسق به معنای کفر است، کافر میشی، و حرام است، حرام و حلال نگویی. و این الشیاطین لیوحونه، شیطان ها که هست، شیطان های انسیس اینجا، خو لیوحونه، وسوسه میکنن به مشرکین، اولیاشان مشرکین، لوجاد لوکم، تا که به شما بحث کنن، در باطل خودان مجادله کنن. مجادلهشان چی بود؟ ایتو میگفتن که الاتا اتاکلو مما قتلتم، اتاکلو، شما میخورین چیزی را خودتان کشتین، و چیزی را که الله کشتن نمیخورین، ای بی عقلا. اینی می وسوسه است، خو وسوسه شیطانی است که گپا را میزنه. و این اطاعتمو منکم لمشرکون، اگر اطاعت از اینا را کنین بدون شک شما مشرکین میشین. اطاعتشان ده چی؟ ده حلال کردن حرام. اونا حرام و حلال گفت، اگر شما بگوین بدون شک کافر میشه، شما مساعد کمکشان کنین با باطلشان مثل از اونا میشه. زمحشری میگه لیان من اتبع غیر الله فی دینی، کسی تا بداری غیر الله را بکنه در دینش، فقط اشرک، شرک کرده گیست. و من حق زیل بسیره فی دینی، میگه از حق صاحب بسیره در دینش ایست که نخورد حیوانایی که نام الله به او گرفته نمیشه، ذبح نمیشه، کیف مکانه، هر قسمی که هست، هر جایی که باشه. اینا همین گاو، همین گوسفندایی که میان، این چیز، این مرغا که میان از بیرون، این معلوم نیست این مرغا یخ زده ما چی میشه. زیاد تحقیقات که میشده، استاد دایی تحقیق کرده، ما چون که 60 سیدی داره چقه که ذبح نمیکنن، در برق میتن و تو کارا میکنن، و اگر میکشن نام الله رو نمیگیرن. این که نام الله رو اگر کسی فراموش شود چطور است؟ مذاهب حنفی و غیره فرق داره. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که فراموش شد حلال میشه، ولی جمهور میگه نمیشه، خصوصا امام احمد ابن حنبل میگه اگر فراموش هم شد حرام، حرام میشه، نام الله رو نگرفتیم در وقت ذبح باید نام. چرا؟ الله میگه که وکلو مما ذکر اسم الله علیه
ان کنتم بآیات مؤمنین ولا تاکلوا مما لم یذکر. بخورین چیزی که نام الله گرفته میشه و حیوانی که نامش گرفته نمیشه نخوره. خب ولی چون که یقینی نیست اینمی همین گوشتایی که میان یقینی نیست به می خاطر اینا مشکوک هستن، ما یقینی نمیگیم که حرام است. خب نمیگیم، ولی اگر ببینیم که می تو واقعا هست، اگر که میگه از چی میاد، از کانادا میاد و امریکا میاد و برازیل، این از اینجا میاد ذبح نمیشه. خب باز من کسی رو پرسان کردم، گفت اونجا که ذبح میکنه قیمت است. مثلا ما در سعودی رفتیم، در اونجا ما می گوشت های چیه پرسان کردیم، گوشتی که مرغ بود حلال اونجا ذبح میکرد، قیمتش 23 روپا بود یا 24 روپا یک دانش ریال پیسه خودش. و این گوشت های دیگه ای که همی تو بود دیو تلا فریمان یخ زده از بیرون، این پختش 14 روپا میداد. او ما گفت می کرای دکان میتا و چق او خامش 24 روپا. ما گفت می چطور؟ گفت این که هست ذبحش معلوم نیست، ذبح شده نشده، ولی سر واجی ها ای تو میزنن و میگن که گوشت های سعودی مرغای سعودی زده بره، و سعودی نیست، او هم از امو کانادا و برازیل میه. خو علمایشان که پرسان کردیم، گفت اگر تقوا داری نخو. نی تو گفت، گفت اگر نی، ولی علمای سابقش گفت ما رفتیم دیدیم ذبح نمیشه دیگه. الله میفهمه. حالا خو اینجا جنجال شد، گفتن علما برن امو کشورها را ببینن، یک حیات برن از پارلمان اینجا، ولی نماندن. خب یک بزنس است، تجارت است، یعنی اونجا مسلمان برو بگوی به ما اینجا قصاب بگی ذبح کو روان کو، یا ماشین است هر چی که است، یک مسلمان باشه که یک بار دمی هزار دانه مرغ چیز کنه، یک بار که میزنه گردنشه بسم الله اکبر یک هزار مرغ ذبح کنه. بعضی جا ماشین هستن، تو میرن کلیش بالا شد خوب نشد هم تو زیر میرن میکشیش. حالا اینا یک ذره مشکوک است، کسی که زیاد تقوا داره پریز کنه. او من کان میتا فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثلوا فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. ابن عثیمین یکی از مفتیای اعظم سعودی است، پرسان کردند که این کسی که فراموش کرده چطور میشه؟ گفت که حرام است. گفت یک دانه گو که حرام شد با دیگه فراموش نمیکنه. گفت نکنه، مگر نه در فراموشی خو یک ذره گپ هست. اینجا گفت قرآن مستثنا نکردم، میگه نام ذکره نام الله رو بگیرین. او من کان میتن، آیا کسی که باشه مرده، میتن مرده باشد کافر، فاحیینا ما برازی حیات بتیم اسلام نصیبش کنیم، و جعلنا له نورا پیدا کنیم از برای نور توحید، یمشی بی فی الناس که برای در بین نور در بین مردم، کما مثلو فی الظلمات آیا مثال ازی مثل کسی است که در تاریکی هست، لیس بی خارج منها نیست از تاریکی ها بیرون شوینده، کذلک زوینا للکافرین ما کانوا یعملون، همین قسم زیبا شده برای کافرها و اعمالی را که انجام میدهن. در اینجا الله این را بیان میکند که مؤمن کافر برابر نیست، مؤمن مثل حیات داره زنده است، کافر مثل مرده است، و ایمان و کفر هدایت دلالت اختیارش پیش الله است. این دو هیچ وقت برابر شده نمیتونند، نه در دنیا نحوه زندگیشان برابر است، نه در آخرت. در آخرت مؤمنین در جنت است یا در جهنم. باید که در زندگی خدا هم عقاید مؤمن و کافر جدا باشه، اعمالشان جدا، فرهنگشان جدا، نحوه زندگیشان جدا باشه. ابو حیان میگه لما تقدم ذکر المؤمنین و الکافرین، مؤمنین کافرها را مثال شا بیان کرد و یاد کرد از مؤمنین کافرها. آل الله مثال میتا که مؤمن الله تشبیه میتا به حی، کسی که زنده است، نور داره، تصرف میکنه هر جایی که بخواه. کافر کس در تاریکی هست، تا که فرق در بین هر دو فریق معلوم شود. این کسایی که میگن بشر دوستی، هر بشر مساوی است، خوب است، این مخالف قرآن است، یقیده خلاف توحید است و یقیده شرکی است. کسی میگه کافر مسلمان یکی است، نه توبه. اما من کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستون، کسی که مؤمن مثل فاسق کافر است، نه برابر نیست. کسی برابر کنه کافر میشه، زیرا الله در قرآن میگه این دو جدا است، از یه حد منکر میشه دیگه. آیتا میتو میه
او من کان به منزله المیت کسی که می باشه میتن مرده و منزله مرده عمل بصیره بصیرتش کور است کوی تعقل تفکرش کافران ضالن کافر ضال است فاحیا الله قلبه بالایمان فاحییناه حیات ما بتیم برازی زندیش کنیم یعنی الله قلبش به ایمان زنده کنه و ضلالت نجات بده و جعلنا له نورا و بگردانیم برازی به امرای می هدایت نور بزرگه یمشی بی فی الناس که دی روشنی برود در بین مردم زندگی کند از این فهمیده میشه که حیات ایمان کی میته بر انسان؟ الله میته و جعلنا له نورا نور ایمان کی پیدا میکنه؟ الله میکنه کما مثلو فی الظلمات آیا مثال ازی مثل کسی هست که یتخبطو که داخل شده گیست در ظلمات تاریکی ها کفر دلالت لیسه بخارج منها که هیچ رای خروج بیرون رفته نمی فهمه که چه قسم نجات بیفهم این مثل از واسه مثال از این؟ نه به ازایی میگه یک مثال است که باقی مانده در دلالت جدا نمیشه به هیچ حال فذلک زوینا للکافرین ما کانو یعملون همین قسم که باقی مانده در تاریکی ها زیبا شده از برای کافرین اعمال بدشان امی اعمال بد و کفر و شرکشان ایتو به نظرشان زیباست امی حال یاره ببینی خودم مدرن و بسیار آدم های فامیده و بسیار آدم های چی میگیرن خدا شیار میگیرن